شکل هنری است که حکومت اون رو تایید میکنه، رسانه‌های جایگزین که شما بهش اشاره کردید. اما ما آقای اکبرین رو هم در برنامه داریم به عنوان دین پژوه. آقای اکبرین، بعد از انقلاب 57 میبینیم که حکومت رسما و به طور مشخص با اعلام موزه که موسیقی با دین در تقابل هست، حالا اگه حال غنایی داشته باشه حرام هست، صدای زن نباید شنیده بشه و نکاتی از این دست که برگرفته از شریعت اون رو میدونه، با موسیقی مقابله میکنه و آقای خمینی حتی سخنرانیشون هست که میگن از آقای قدس‌زاده میخوایم که بساط موسیقی رو از تلویزیون جمع بکنن، چون که جوانان رو خمار و فاسد میکنه موسیقی. آیا نگاه اسلام به موسیقی واقعا همینطور هست آقای اکبرین؟ ما اگر نگاه کنیم به روایاتی که در حوزه موسیقی هست و از قرآن و نسبتی که به قرآن داده شده درباره داوریش درباره موسیقی بگذریم، چون گفتن که مثلا در تعبیراتی مثل لهو الحدیث یا قول الزور که در سوره فرقان یا سوره حج آمده، اینها منظورشون موسیقیه. خیر، اینا تصریحات قرآن نیست. اونها اول به این نتیجه میرسن که موسیقی باید ممنوع بشه، موسیقی غنایی یا حالا هر توصیفی که میکنن برای ممنوعیتش، بعد اون رو در واقع بسترش رو در قرآن پیدا میکنه. از قرآن که بگذریم به روایات که برسیم، من عذرخواهی میکنم آقای اکبرین، قبل از اینکه از قرآن بگذریم، آیا در قرآن صراحتاً اشاره شده به اینکه موسیقی حرامه؟ مطلقاً در هیچ آیه اشاره نشده به این موضوع و همه اینهایی که نسبت میدن نهایتاً به دو تا آیه از قرآن با همین تعبیرات قول الزور و لهو الحدیث، قول الزور یعنی قول باطل، سخن باطل، هیچ ربطی به موسیقی نداره. اونها اول میگن موسیقی در موسیقی لهوی سخن باطله، بعد میگن قرآن گفته سخن باطل رو نباید شما بگید، مستقیابی میکنن در قرآن. به هر حال به روایات که برسیم، روایات دو دستن، روایاتی که ممنوعیت موسیقی رو نشون میده، موسیقی لهوی و غنایی رو که حالا به این تعبیرات هم بعدا خواهیم رسید، بله. اما روایاتی هم داریم که جوازش رو نشون میده. برخی از این روایات رو همین در واقع فمینیست اسلام اندیشی که به تازگی در گذشته خانم فاطمه مرنیسی در کتابی که در ایران هم ترجمه شده جمع‌آوری کردن، آوردن و تصریح کردن اونجا که پیامبر چه رغبتی به موسیقی داشت. البته کتاب در دوره دولت آقای احمدی نژاد ممنوع اعلام شد و جمع‌آوری شد. میخوام عرض بکنم که این متن‌ها هر دوش از آستین دین بیرون میاد. مسئله این است که چه کسی و چه کسانی قدرت رو در یک کشور، در یک مملکت به دست میگیرن و کدام دسته از این روایات رو به نام دین تحمیل میکنن بر مناسبات اجتماعی. البته نکته شما درباره آیت الله خمینی گفتید که من فقط خیلی کوتاه اشاره کنم و بگذرم که آیت الله خمینی تحولی داشته در رأیش نسبت به موسیقی. بعدها اطرافیان روشن ضمیری که داشته روی ایشون تأثیر گذاشتن و ایشون در واقع دفاع کرده از حلیت موسیقی و تمام دستاوردهایی که آقای خاتمی به عنوان طولانی ترین وزیر ارشاد در جمهوری اسلامی به دست آورده بر اساس مبانی بوده که آقای خمینی در واقع بهش اجازه رو داده، برخلاف آقای خامنه ای که خب قائل به ممنوعیت بیشتری است. متشکرم آقای اکبرین. به هر حال همچنان نقش رسانه‌ها و فضای داخلی مهم هست، اینطور که آقای غفوری آذر هم اشاره کردن، در پیشبرد امر هنر یا برای زنان در حوزه موسیقی. اجازه بدید که به نظر فقها بپردازیم درباره شنیدن صدای زنان. مثلا یکی از نظرهایی که هست اینه که اگر با شیوه مهیج و محرک نباشه آواز خواندن زنان یا غنا محسوب نشه، البته ظاهرا اختلاف نظر هست درباره اینها، اما بعضی فقها میگن در این صورت میشه صدای زنان رو گوش کرد. آیا از همین نکته میشه استفاده کرد که رسانه‌های رسمی تر رو هم برد به سمت اینکه صدای زنان و حضور زنان رو بپذیرن و اینکه بر چه اساسی میشه اینا رو تشخیص داد از هم که چه چیزی محرک و مهیج هست چه چیزی نیست؟ آقای اکبرین، به نظر میرسه که وجه مشترک تمام اقوال فقیهان درباره موسیقی، حالا صرف نظر از موسیقی زنان، اصل مسئله موسیقی تناسب موسیقی با مجالس فساد باشه. یعنی وجه مشترک آراء اینها این هست. خب خود این تعبیر هم همش محل ابهامه. یعنی موسیقی، تناسب، مجالس، فساد، هر چهار کلمه باید تبیین بشه. در هیچ یک از ادوار فقهی ما هم موفق به تبیین چنین موضوعی نشدند و ما باب جدایی در باب خوانندگی زنان
نداریم، یعنی اونایی که ممنوع میکنن خوانندگی زنان رو یا ارجاع میدن به اصل ممنوعیت موسیقی لهوی یا میگن که اون وجهی از تهییج که تو در واقع حضور عمومی زنان اونها باش درگیرن اونو به موسیقی هم ارجاع میدن و موسیقی رو وجه در واقع خیلی روشن اون ماجرا میدونن، برای همین ممنوع میکنن، وگرنه ما باب جدایی برای ممنوعیت خوانندگی زنان نداریم. حالا من میخوام یه نکته ای رو اینجا یادآوری بکنم. اخیرا کتابی دیده بودم از آیت الله سید سعید طباطبایی حکیم که از مراجع عراق هست، هنوزم زنده است. ایشون ازش پرسیده بودن که نظر شما درباره موسیقی چیه، چرا این عناوین ابهام داره، دقیقاً سوالی که شما الان از من کردید. و مثال زده بودن که مثلا موسیقی بتهوون چه ایرادی داره و اینها. پاسخ ایشون داده بود به نظر من خیلی جالب بود. ایشون گفته بود من نه موسیقی گوش میدم و نمیدونم بتهوون کیه و نه هیچ کدوم از این چیزها رو. به شما گفتن که متناسب با مجالس فساد گوش ندید، شما هم گوش ندید، من بیشتر از این نمیدونم. در یک مورد دیگه از آیت الله خویی درباره موسیقی متن فیلم ها پرسیده بودن، براشون توضیح داده بودن که موسیقی متن فیلم ها اینه ماجراش. ایشون گفته بود لا بأس بموسیقی الافلام، یعنی هیچ ایرادی نداره موسیقی متن فیلم. میخوام عرض کنم خدمت شما موضوع برای خود فقیهان هم روشن نیست. مناسب ترین اتفاقی که میتونست بیفته این بود که اینها همین کلیت متناسب با مجالس فساد رو در فتاواشون نگه دارن، ولی وارد مصداق ها نشن و مصداق رو به مردم بسپارن تا جامعه دینی و غیر دینی خودش تشخیص بده که در این قضیه چه باید بکنه. اونهایی که ملتزمن به احکام دین خودشون اگر موردی رو تشخیص دادن که متناسب با مجالس فساد بود، اگر تعریف داشتن تو ذهنشون که تناسب با مجالس فساد چیه، گوش ندن. اونایی هم که التزامی ندارن تحمیل نشه این احکام برشون. این مناسب ترین اتفاقی بود که میتونست بیفته که متاسفانه به دلیل قوت کسانی که مخالف موسیقی هستند در حکومت این اتفاق نیفتاد. موسیقی رو در ایران و نقشی که الان بازی میکنه در میان جامعه جوان ایران. آقای اکبرین، در بازگشت به بحث محدودیت هایی که در حوزه موسیقی وجود داره، آیا این حرمت صدای زنان که حالا اگر بر فرض بر اون اتفاق نظر هم داشته باشن فقها، ربطی به بحث به خصوص بحث امشب ما داره، نواختن ساز و آلات موسیقی توسط زنان؟ یعنی اینکه آیا در اسلام در مورد این هم صحبت شده که زنان رو نباید ببینید در حالی که دارن ساز میزنن، چون به این دلیل مثلا جلوی ارکستر سمفونی که گرفته میشه که برنامه اجرا نکنن؟ آیا این هم در شریعت آمده آقای اکبرین؟ ببینید، من توضیح دادم، اشاره کردم البته به این که مسئله ای به نام، یعنی بابی به نام خوانندگی زنان ما اصلا نداریم. اگر دعوایی هست بر سر موسیقی است. خوانندگی زنان رو اینا چون ارجاع میدن به برجسته شدن در واقع حضور زن در جامعه و جلب توجه جامعه به او، و چون این جلب توجه رو باش مشکل دارن و گمان میکنند که یا القاء میکنند که در شریعت این جلب توجه در واقع ممنوع هست، برای همین با خوانندگی زن مخالفت میکنند. ولی من مربوط به خوانندگی زنان نیست الان آقای اکبرین، چون گفته میشه که مثلا یکی از چیزایی که ارجاع میدن اینه که صدای زنان ممکنه که تحریک‌آمیز باشه، ولی اینکه زنی ساز بزنه چطور، اینکه مشمول این ارجاع نخواهد شد. بنابراین من بابت این میپرسم که اصلا زنی آواز نمیخونه ولی داره تار میزنه، این رو هم ممنوع میکنه حکومت در ایران و ارجاع میده به شریعت؟ بله، عرض کردم خدمت شما که چنین بابی اصلا نداریم، چه شامل خوانندگی زنان بشه چه شامل ساز زدن زنان بشه. اینها به طور خاص هیچ جا هیچ اشاره‌ای در متون دینی بهش نشده. اون چیزی که اینها بهش استناد میکنن برای ممنوعیت تصاویر زنان در حال ساز زدن یا خوانندگی یا هر چیز دیگه، مقوله ممنوعیت در واقع جلب توجه توسط زنان، اون رو هم به یه آیه ارجاع میدن که در اون آیه آمده هست که در واقع زن صدای خودش و حضور خودش رو در موقعیتی قرار نده که او رو در معرض تجاوز و طمع بیماران روانی قرار بده. لیطمع الذی فی قلبه مرض. خب حالا شما اینو مثلا مقایسه بکنید در روزگار جدید، در مناسبات جدید، در فرهنگ جدید، ببینید چه ربطی این واقعا به این ماجرا داره. به این هم من اشاره بکنم که یه تحولی اتفاق افتاده در که این تحول رو من سیاسی میدونم، به هیچ وجه ربطی شرعی فقهی اینها نیست. آقای خامنه‌ای در سال 67 به حوزه علمیه قم اومدن
و در یک جلسه در یک که بعدا در یک کتاب به نام کتاب هنر منتشر شد، اونجا کسانی از افرادی که دیدگاه های در واقع بسته تری دارن در خصوص موسیقی به ایشون گفته بودن و ایراد گرفته بودن درباره وضعیت موسیقی در کشور. خب ایشون هم موقع رئیس جمهور بود، ایشون ارجاع داده بود مسئله موسیقی متناسب با مجالس فساد رو به فتوای آیت الله منتظری و گفته بودن که آیت الله منتظری معتقد به این نیست که موسیقی متناسب با مجالس فساد ایراد داره. ایشون میگن محتوا و اون متن شعری که داره خونده میشه مسئله هست و من هم تابع نظر ایشون هستم. ایشون اون زمان گفته بود، در واقع القا کرده بود که این رأی آیت الله منتظری است و ایشون به نوعی تقلید میکنن از اون رأی. یک سال بعد ایشون از جایگاه مقلد به جایگاه مجتهد و مرجع نشست و بعد از اون به تدریج و بلکه به سرعت ما میبینیم که ایشون برد فضا رو، اونم نه به سمت یک فتوای فقهی. جمله آقای خامنه‌ای دقیقاً اینه: ترویج موسیقی با اهداف انقلاب منافات دارد. این یک سخن فقهی نیست، این یک سخن شرعی نیست، این سخن یک کاملا یک سخن ایدئولوژیک سیاسی است که در واقع ما از آیت الله خامنه ای شنیدیم. خواهش کنم که به ما بگن آیا تغییری در خوانش شریعت ممکنه وجود داشته باشه که در آینده تغییرات ایجاد بکنه. خیلی کوتاه آقای اکبرین، در لحظات پایانی برنامه هستیم. این اتفاق افتاده، نواندیشان دینی تکلیفشون با این ماجرا روشنه، فقهای روشن ضمیر تکلیفشون روشنه، سابقه موسیقی در عرفان و تصوف ما هم روشنه، شیعیان لبنان هم خانواده هاشون الان در شبهای عید فطر و عید قربان در کنسرت های شرکت میکنن که خواننده ها زنان معروف موسیقی جهان عرب هستند. به نظر من این زمینه ها کاملا وجود داره، مهم این است که شرایط حاکم بر کشور تغییر بکنه که اون به عهده مردم هست در یک بستر بزرگتری که عبارت باشه از انتخابات و تغییر فضای سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی.